این قطعه که دارید نگاه میکنید اسمش از هیدروموتور اوربیتالی، به هیدروموتور دنده‌ای هم معروفه دیگه، خودتون اوستایید بهتر از من میدونید قطعا. اون مدل اولی که دارم میگم، مدل دوم از سری CF پس طبیعتا متفاوته. اما این قطعه رو میخواییم باز کنیم و بررسی کنیم با هم دیگه که به چه صورته. پس خوشحالم میکنید که اول ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال یوتیوب هم که دیگه خیلی به ما دلگرمی میده. راستی تا یادم نرفته توی کامنت ها هم بنویسید که آیا با این هیدروموتور ها آشناییت دارید یا دوست دارید چه هیدروموتور هایی بررسی کنیم؟ بریم شروع کنیم. خب دوستان، این ویدیویی که ما براتون تهیه کردیم هم مربوط میشه به تعمیر هیدروموتور های اوربیتالی، هم مربوط میشه به آشنایی که قطعات داخلش داره. آقا یعنی چی؟ چه قطعاتی داره؟ از چی تشکیل شده؟ چرا انقدر میگیم شبیه به پمپای هیدرولیکه؟ برای این منظور هیدروموتورمونو که اون قسمت درپوش شافت شما در نیاوردیم، اونجا کل کاری که داره اتفاق میفته، این شافت میچرخه، سرعت هیدروموتورمون مشخص میشه، گشت آورش مشخص میشه و در نهایت این قطعه رو میتونیم وصل کنیم به جاهای متفاوت. میریم پیچشو باز کنیم که ببینیم که قطعه زیریش به چه صورته. پس از پیچای بالای بدن استفاده میکنیم، یعنی دور شافتمون. پیچاری که باز کنیم به این قطعه میرسیم. پیچای بالاشه که آقا ما شل کردیم در آوردیم، میبندیمش روی گیره و با استفاده از یک آچار بوکس، خارجیش باکس، میایم پیچای کف هیدروموتورمونو یا موتور هیدرولیکمونو باز میکنیم که ببینیم که چه اتفاقی داره میفته و کم کم با قطعات داخلی اینا آشنا بشیم. هیدروموتورمونه که کم کم باز کردیم، یعنی مقاومتاشو هم پیچای بالاشو درآوردیم، حالا پیچای پایینش هم کامل که شل کنیم، میرسیم به قطعات داخلی. پوسته کفو که در بیاریم، این پوسته خیلی نقش مهمی داره چون ارتباط مستقیمی با اون بوشی داره که دارید میبینید الان کج شده توش. البته خب این یکم شل شده ولی حالت عادی، این هیدروموتور سالمیه. ما این بوشه که در بیاریم، این میاد اون لقی بین شافتی که جلوتر میبینید و میگیره و این شاتونایی که در نهایت دور تا دور این هیدروموتور ما قرار گرفته، این شافتیه که دارم ازش صحبت میکنم و این بوشی که میاد پایین اون قرار میگیره. همه یه کار و مهمترین اتفاقات داره توی اینجا میفته. این قطعه ای که دارید میبینید میشه گفتش که هسته مرکزی هیدروموتورهای اوربیتالی. این شافتی که دو تا کله داره، یک قسمتش وصل میشه به پایین که در نهایت توسط سیستمی که داره شافت درونی شروع به چرخش میکنه و یک حجم مشخصی روغن در نهایت موجب حرکت هیدروموتورمون میشه. و حالا میرسیم به نیمه دومش، نیمه بالایی هسته که ما زمانی که در بیاریم ادامه شافت رو نگاه کنید، یک ساختمون خیلی جالبی داره که توی یک محفظه سیلندر توخالی قرار گرفته که بالای این هیدروموتور ما قرار میگیره. وقتی که باز کنیم میبینیم که دقیقاً یه دونه بوشن مثل همون قسمت بالایی قرار گرفته که اینم کارش همونه، لقی بین این دوتا شافت جبران میکنه و در نهایت باعث میشه که یک حرکت بدون نقصی رو داشته باشه هیدروموتور ما. حالا این اورینگی که دارید میبینید در نهایت باعث آب بند شدن قطعات میشه چون از سه تا قسمت اساسی تشکیل شده، یکی کف هیدروموتورمون که دیدیم، یکی این هسته مرکزی و دومیش هم که میشه اون قسمت بالایی که دیدید. اما برگردیم دوباره به قسمت مرکزی کار. اگه نگاه کنید این قطعات بی نهایت شبیه به پمپای شعاعی یا پمپای محوری بهتره بگم که اینا نقش شاتون یا پیستون ما رو بازی میکنه که میتونه در نهایت با هر بار چرخش یک مقداری از روغن و مکش کنه به داخل پمپ هیدرولیکمون. اینجا میبینید که قابلیت چرخش نداره چون باید یک مقداری به چرخ کار. خب حالا قطعات باز شدهش یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. این سیلندریه که ازش صحبت میکردم باید یک سیغلتور جذاب داشته باشه مثل سیلندرهای جکای پنوماتیک. این هم که قسمت بالاییه که در نهایت تبدیل میشه به شافت هیدروموتور ما که باید مچ بشه
با شافت هزارخاری که دو طرفش یکی وصل میشه به هسته، یکی وصل میشه به قسمت بالایی، و این هم که قطعات داخلی هسته ما، این دوتا بوشنی که ازش صحبت میکنم، این جلو قرار گرفته، شافتمون و هسته مرکزیمون و در نهایت این اورینگ و سایر قطعاتی که مشاهده میکنیم. خب یه توضیح کاملی راجع به این شافت بدم بهتون. شافت ما دوتا سر داره، درسته؟ برای جا زدنش اصلا نگران نباشید از کدوم ور باید جا بره. اگه یک قسمتی رو گذاشتید و لقی بیشتری مشاهده کردید، خیلی زایاست که باید عوض کنید و اون طرف قضیه رو بذارید. این از این. این قسمت داخل خیلی مهمه، مثل ویدیویی که حالا یکم جلوتر هم شما میبینید، باید یک مقدار روغنکاری بشه اگه بخوایم دوباره اینو جا بزنیم. اینی که دارید نگاه میکنید، هر جا روی بدنش خط افتاده بود نشون میده که خراب شده و در نهایت از بازدهی اون کاملی هیدروموتورتون کم میکنه. حالا بریم سر وقت اسمبل کردنش که آقا بهتر آشناشیم هر قطعات کجا قرار میگیره و در نهایت چه کاری انجام میده. میرسیم به قسمت هسته کار، از اونجا شروع میکنیم، از قسمت سخت کار و اینا رو جا میزنیم. و این اورینگی که دور تا دور هسته ما قرار میگیره که زمانی که قطعه بالایی میاد آب بند بشه، دقیقا یه دونه مثل همین اورینگ قسمت پایینی هم قرار داره. وقتی که روی قسمت کف کار قرار بدیم، کار تموم میشه. خب وقتی که هسته کار تموم شد، یه دونه بوشی که صحبتشو کردیم میره پایین قسمت ابتدایی شافت ما قرار میگیره که همون اتفاقی که گفتم بیفته. وقتی که شافت ما میاد توی جاش قرار میگیره، دیگه بازی نکنه. همونطوری که گفتم، وقتی که میخوایم بریم سراغ نیمه دوم هیدروموتور اوربیتالیمون، یک مقدار روغنکاری میکنیم، هم قسمت پایینی هم قسمت بالایی رو که موقعی که میخوایم جا بزنیم هم خط نندازه روی سیلندر تو خالی ما، هم راحت تر جا بره که کار خودمون راحت تر بشه، با یک مقدار جابجایی و بازی کردن و البته یک مقدار ضربه کوچیک به سمت پایین حرکت میکنه و به راحتی هرچه تمامتر جا میره. یه دونه بوشم گفتیم آقا قسمت بالایی قرار میگیره دیگه. چرا؟ چون این شافتمون دو تیکه است دیگه و در نهایت ادامه شافتمون خالی میشه، یعنی در نهایت هرز میچرخه. این بوشو میذاریم که اون فاصله رو پر کنه و در نهایت مچ بشه. به شکل خیلی آروم نیمه اول رو وصل میکنیم به نیمه دوم. وقتی که بستیم میرسیم به قسمت مهم کار. اگه مقداری کج ببندید، یعنی شافتشو بذارید، به مشکل میخورید. پس باید پیچای پایینشو شروع کنیم به بستن. وقتی که پیچای پایینشو بستیم میرسیم به قسمت بالایی. قسمت بالایی همونطوری که باز کردیم، یعنی از اونجا شروع کردیم، از همون برم تموم میکنیم، پیچاشو میبندیم و مطمئن میشیم که همه قطعات توی یک راستا منظم با هم دیگه قرار گرفته. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.